اگه دنبال یه فیلم تاریخی میگردید که درام باشه، بر اساس واقعیت باشه، اونم تو قرن 14 میلادی، جای خوبی اومدید. فیلم باحالی هم میخوام بهتون معرفی کنم، یه لست دوئل یا آخرین دوئل. بریم یه نیم نگاهش بهش بندازیم و ببینیم اصلا ارزش این فیلم برای دیدن و وقت گذاشتن داره یا نه. There's only one question that matters. سلام، آن خیلی مخلصیم، خیلی چاکریم. من حامدم، اونجا حامد سین و چنل خودتونه. قلب از هر چیز سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنارشم بزنید که بعدا ریخته نشو. کامنت برای من از هر چیزی که بگم مهمتره. کامنت شما در واقع به من انگیزه میده، در واقع به من کمک میکنه که بیام پیج شما رو ببینم، چنل شما رو ببینم و حمایت کنم، همونطوری که منو حمایت میکنید. پس یادتون نره سابسکرایب، زنگوله کنارش و کامنت. حالا بریم سراغ فیلم. داستان فیلم و روایتش از اونجایی شروع میشه که دو تا رفیق بودن. راستی بهتون گفتم فیلم بر اساس واقعیت. حالا برگردیم. قبل از اینکه داستان رو بگم میخوام یه نکته ای رو در مورد دوئل بگم. تو تمام دنیا داستان دوئل به این شکله که وقتی یه نفر تو دوئل پیروز میشه، در واقع خدا باعث و بانی این شده که اون آدم تو دوئل پیروز بشه. وقتی یه نفر تو دوئل پیروز میشه، در واقع به خاطر این بوده که حق باهاش بوده، خدا پشت و پناهش بوده، برنده شده. اینو تو ذهنتون نگه دارید. حالا یه رفیقی میاد، همسرش بهش میگه در نبود تو وقتی تو جنگ بودی، رفیقت به من بی حرمتی کرده، دست رازی کرده. اون نفر اول یعنی همسر میره از پادشاه میخواد که اجازه بده دوئل کنه و به خاطر شرافتش و بی‌حرمتی که به همسرش شده دوستش رو به دوئل دعوت کنه. حالا چه اتفاقی میافته؟ اگه پیروز بشه پس حق با اون بوده و همسرش راست میگفته و دوستش بهش در واقع میشه گفت خیانت کرده و همسرش دست رازی کرده. ولی اگه ببازه چی؟ اگه ببازه نه تنها خودش کشته میشه، بلکه بعدش همسرش هم سوزونده میشه، چون هر دو اونا خدا پشت و پناهشون نبوده و زن دروغ گفته و همسرش به اشتباه تهمت زده و اونم کشته میشه. خب داستان روایت ساده ای داره، ولی چرا این داستان و این فیلم نظر من رو جلب میکنه که بیام در موردش صحبت کنم و نقد؟ دلیلش بازیگرای خوب و کارگردان با استعدادیه که داره. کارگردانش ردلی اسکات، یه کارگردان با استعداد، خوش‌ساخت. فیلمایی که تا حالا ساخته هر کدومشون تم خاصی داشتن. حالا این بار اومده سراغ تم قرن 14 میلادی فرانسوی که اتفاقا بر اساس واقعیت هم بوده. حالا میایم یه نگاهی به بازیگراش میندازیم. بن افلاک همون بازیگری که جدیداً دوباره فیلمش یاد هندوستون کرده، اومده با جنیفر لوپز بعد طلاقش دوباره ریل زدن. فکر می‌کنم دیگه میشناسیدش. مد دیمون که فکر می‌کنم هر فیلمی بازی کرده باحاله. یعنی مخصوصا این فیلمایی که جاسوسی و ایناست خیلی باحال بازی می‌کنه. من به شخص خیلی باحال حال می‌کنم. اصلا به قیافش هم نمی‌خوره. 50 هنوز فکر می‌کنه 25 سالشه، نمی‌دونم چرا. ولی به هر حال بازیگر جذابی. از اونور آدام درایور، بازیگری که حداقل ما ایرانی‌ها بعد از اینکه با گلشیفت فرهانی یه فیلم درام ملو مخملی بازی کردن باهاش اونجا آشنا شدیم. این بازیگری که حالا قیافه خوبی هم نداره، جذاب نیست، ولی بازیش خیلی زیرپوستیه. تو واقعا تو این فیلم قرار بترکونه، چون نقش اکشنی بود، میگم درامه، ولی خب به هر حال توش دوئل، خونریزی، جنگ، اکشن ریز و زیرپوستی داره، ولی بازیگرش خیلی بازیگر خوبیه. یعنی دایبه بازیگر باحالیه. داستان رو گفتیم، بازیگرها رو گفتیم، کارگردان رو گفتیم. اینم بهش اشاره کنم، نقدای خوبی شده. یعنی عموماً متای امتیازایی که از توماتو، از منتقدایی که حالا توی امریکا اولین بار پخش شد، بعد اومد توی ونیز اگه اشتباه نکنم پخش شد،
متای 70 خورده ای گرفت. حالا تو ماده 78 یا 76 بهش داده بود، بقیه هم 70-68 بینابین 70 خورده ای گرفته بود که امتیاز بدی نیست. ولی بعضی منتقدان بد کوبیده، مثلا آخر منتقدی که یادم به درماش خوندم که گفته بود ترجیح میدم اجاق گازم رو تمیز کنم بعد از این مهمونی تا یه بشینم یه همچین فیلم شری ببینم. A most unspeakable charge has been brought against you. Jacques Legree entered our home. ولی به نظر من فیلم ارزش دیدن داره، مخصوصا این که من خودم عاشق درام تاریخی هایم که بر اساس واقعیته و یه چیزی قراره بگیرم و بیشتر منو تو فکر میبره، این که میدونم بر اساس واقعیته چه اتفاقی تو اون تاریخ افتاده. این سرگذشته رو خیلی دوست دارم. I am risking my life for you. You are risking my life so you can save your pride. به هر حال فکر می‌کنم همینقدر کافیه در موردش توضیح دادم. برید دانلودش کنید، الان هستش، میتونید ببینید. بازم میگم ارزش دیدن داره. راستی سابسکرایب یادتون نره، زنگوله کنار. ببخشید که دوباره اینو دارم تکرار میکنم، چون واقعا هیچ چیزی به اندازه کامنتاتون سابسکرایب واقعا برای من خیلی ارزش نداره، چون اصلا دنبال مانیتایز اینا نبودم. کامنتاتون بیشتر منو هول میده رو به جلو و اینکه متوجه میشم کیا دارن منو حمایت میکنن که منم به نوبه خودم بتونم حمایتش کنم، حتی در کاری که میتونم براش انجام بدم. این بالا هم دوتا فیلم آخرمو که نقد کردیم بررسی کردیم و براتون میذارم، به اونم یه سر بزنید. فیلمایی بودن که ارزش داشتن قطعا. دوست ندارم بیام فیلمی رو صحبت کنم در رابطه باهاش که خودم باهاش حال نکردم، یعنی فیلمایی رو ترجیح میدم بیارم نه به خاطر اینکه ترکونده، به خاطر اینکه خودم باش عشق کردم. اینجا دم همگیتون گرم. راستی این کنار بالا دوتا از فیلمایی که نقد کردیم تو این چند وقته اونا هم یه سر بهشون بزنید. فکر نمی کنم ناراضی بشید ازشون، چون فیلمایی که من که نساختم که، ولی میدونم فیلمایی بوده که ارزش دیدن داشته، میدونم که حال خوب بهتون میده، میدونم که قطعا تایمی که براش میذارید تو این دور زمانی که وقت خیلی مهمه، وقتتون رو برای چیز بیهوده نمیذارید. بعد فیلمی رو قرار نیست توی هامسین بگیم که ارزش دیدن نداشته باشه و وقتتون رو بیهوده هدر بدید، مثل همون جریان اوجاقاست. دم همه دون گرم، تا بعد، خدا نگهدار.